سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشین. امروز میخوام تو این ویدیو بهتون نشون بدم که چجوری میتونید از وبسایت دویچه بان برای خودتون تیکت های 9 یورویی رو بخرید. اول از همه خب باید آدرس وبسایت رو بزنید: www.bahn.de. بعد این صفحه که باز شد، این گوشه زده zum 9 euro ticket، روی اون میزنید و بعد این صفحه باز میشه. اینجا میرید روی jetzt auswählen و بعد میتونید اینجا انتخاب کنید که برای کدوم ماه میخواین تیکت رو بخرین، برای ماه یونی، یولی یا اینکه آگوست. ما یونی رو انتخاب میکنیم و بعد میریم روی zur Buchung. اینجا باید اسمتون رو بزنید، این صفحه‌ای که باز میشه، وقتی اسمتون رو زدین میتونید این پایین یا برای خودتون یه دونه اکانت باز کنید یا اینکه مثل من میتونید weiter als Gast رو بزنید که اون موقع نیازی نیست اکانت داشته باشین. وقتی این صفحه باز شد میریم دوباره روی weiter. خب تو این صفحه باید اینها رو پر کنید، ایمیلتون رو باید بنویسین، اسم خیابونتون و شماره خونتون رو باید بنویسید، کد پستیتون رو و شهری که داخلش زندگی میکنید. خب وقتی که همه قسمت هایی که باید پر بشه، اونهایی که بغلش ستاره داره، اونها باید همه پر بشه. وقتی اونها رو پر کردین میتونید این پایین بگین که از چه طریقی میخواین پرداخت کنید. من از طریق پیپل میخوام پرداخت کنم، پیپل رو میزنم و بعد این پایین میرم روی weiter. حالا یک صفحه دیگه باز میشه، صفحه پیپل، و اینجا باید پاسپورتم رو بزنم تا بتونم وارد بشم. وقتی که کارهای پیپل رو انجام دادم این صفحه باز میشه. این بالا نوشته که این تیکت 9 یورویی هست برای ماه یونی. بعد این پایین نوشته که این تیکت رو چه کسی میتونه استفاده کنه. شما تیکت رو به کسی دیگری نمیتونید بدین، حتما هم باید با خودتون آسفایزتون همراهتون باشه، چون که وقتی میان تیکت رو چک میکنن آسفایز رو هم میخوان ببینن. یعنی هر کس باید تیکت شخصی خودش رو داشته باشه، نمیشه به کس دیگری قرضش داد. پایین تر نوشته که یا اینکه آدم میتونه تیکتش رو در اپلیکیشن خود دویچه بان استفاده کنه و نشون بده، یا میتونه تیکت رو در حالت PDF با ایمیل بگیره و اونجا ازش استفاده کنه، یعنی هر دفعه با موبایلش PDF رو نشون بده. پایین تر نوشته که میخواییم پول رو با پیپل پرداخت کنیم و این پایین پایین نوشته که jetzt kaufen. وقتی این رو که میزنید در واقع یعنی تیکت رو خریدین. اینجا نوشته vielen Dank یعنی مرسی، رزروتون انجام شد، ایمیل هم اومد که رزرو شد و آفتراکس نومم برام اومد. حالا من همیشه وقتی که همچین چیزی میاد، این بشتیتیگون میاد، یه دونه سکرین شات هم میگیرم که اگر اتفاقی افتاد، حالا ایمیل رو اشتباه زده بودم یا به هر دلیلی نشد که ایمیل رو دریافت کنم، این رو داشته باشم که بتونم بعداً پیگیری کنم ببینم مشکل کجا بود. مرسی که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. خداحافظ شما.